گفتن که تنهاتون بذارم، ولی زیاد وقت نداریم. بس کن مرد، بس کن. یادت چقدر بیتاب بودم که بدونم کی هستم و از کجا اومدم. حالا دیگه میدونم. اومدم سر چشمه. همشو پیدا کردم. خونه بچگی ها، عکس پدرم و عکس مادرم و بوی چادر نماز مادری که توی غربت مرده، بابای پیری که به خاطر من دق کرده و مرده. آره، رفتم همه چی پیدا کردم. الان دیگه میدونم کیم، میدونم 30 سال پیش چطوری بودم. تقدیر این بود که همه این سالها بی خبر از این بار گناه یه جور دیگه زندگی کنم، یه شکل دیگه. رای، کاش مساوی شده باشم، کاش تونسته باشم تو این 30 سال گذشته رو یه جوری جبران کنم، یه جور جور گذشته رو کشیده باشم. وقتی فکر میکنم کاری که داوود پوشه کرده تمام تن و بدنم رو میلرزونه. تو باورت میشه این دست رو قتل کرده باشی؟ خون زن و بچه بیگناه ریخته باشه؟ کاش یه جور دیگه تموم میشد رحیم، کاش یه جور دیگه تموم میشد، یه جور منصفانه تر. به انصافش شک نکن، منصفانه تمومش میکن. فکر میکنی من میذارم سالا رو کت بسته بفرستن تهران؟ تو برای خودت یلی بودی این سالا. خواستم رستم باشم، حالا شدم اکوان دیو. پس فردار از این شمادت خودت. تو تا حالا حرف ناراست از من شنیدی؟ بس گوش کن حسین سالار، امکان نداره قاتل باشه، امکان نداره دزدی کرده باشه. فراموشش کن. ولی شواهد چیز دیگه ای میگن رحیم. وضعیت من خیلی خرابتر از اونیه که یه رفیق قدیمی بخواد اینجوری سر و تشو هم بیاره. شواهد و بنداز دور. من از وجود آدم حرف میزنم، از آدمی که اولین بار که دیدمش مثل ابر بهار تو روزه امام حسین گریه میکرد. تو همون جوونیش تو عمق چشاش میشد قلبشو دید. به من اعتماد کن حسین، اعتماد کن.
چقدر دیگه نمیشه کاریش کرد رحیم. بذار سرنوشت منو به خودش بکشونه ببره. بالاخره تهش معلوم میشه. من 30 سال منتظری همچین فرصتی بودم. حالا این وسط چرا نمیخوای دخترتو ببینی؟ حالش خوبه. قرص. مثل فولاد. یه ذرم از ایمانش نسبت به تو کم نشده. حتی یک ذره. زنت هم که هواتو داره. یه جوری به من تو اون گوشه کهیره بیخبر از دنیا با تحکم گفت که برو به حسین. نفهمیدم چجوری وسایلمو جمع کردم و خودم رسوندم. روی دیدنشونو ندارم رحیم. وقتی خودم روی دیدن خودمو ندارم چجوری تو چشماشون نگاه کنم بگم این همه سال به دیواری تکیه دادن که پیشو رو خون گذاشتن. مرد حسابی. 7 پشت غریبه تر از زن و بچهت الان بیرون نشسته و نگرانته. اسمش مهرانه. لیلا حرفای عجیبی رجوع میگفت. میگفت اومده زندگیتو به خاطر انتقام 30 سال قبل از هم بباشه. اما پاگیرت شده. نه فقط پاگیر من. آدم قابل اعتمادی رحیم. فقط بین زمین و آسمون گیر کرده. آخه چطور ممکنه آدمی که با نقش اومده تو زندگیت قابل اعتماد باشه؟ صورتش، نگاهش، قابل اعتماد رحیم. چی شد؟ چی شده؟ رحیم، رحیم. هیچی نیست. هیچی نیست. تو صدا درد اومده. فکر نکن نفهمیدم. اگه راضی به دیدن تو شدم، راضی به دیدن دخترم نه. فقط واسه خاطر اینکه به چشمای خودم حال تو ببینم. تو که میگفتی هنوز کلی وقت داری. خوب. حالم خوب. اولین دروغ زندگیت هم گفتی ها؟ آره؟ تموم شدنش فرق میکنه. مهم اینه که منصفانه تموم بشه. مثل زندگی خودت. مثل قصه زندگی خودت. مثل همه قصه های این دنیا. نمیدونم باید از دیدنتون خوشحال باشم یا ناراحت. الان برای خون خانوادت اومدی یا برای پدرم؟ وقتی داشتم میومدم رفتم خونه لباس عوض کنم که چشم افتاد به این پیرم. یاد اولین روزی که دیدم تو فکر کردم اون روز ضیافت میپوشیش. نمیخواستم چیزی از زندگی سالارا تو زندگیم باشه تا وقتی که خودم حق خودمو بگیرم. ولی الان پوشیدیش. اومدم اینجا که تکلیفمو با زندگی یه سره کنم. میدونیم زندگی هیچ وقت با من خوب تا نکرد. همیشه از زندگی طلبکار بودم و به خودم بدهکار. آدمای اطرافم آزار میدادم بدون اینکه خودم بخوام. نمونه آخرش هم همین سعید که الان یه گوشه از تهرون تو تخت خوابیده. آره واسه بیشتر از انتقام خودم بیا نجات پدرت اومدم.
این بار میخوام تمام حسابا رو با دلم صاف کنم. نه بدهکار کسی باشم، نه طلبکار. این دل باید صاف بشه تا بتونه دوباره لیاقت دوست داشتن داشته باشه. حالش خوبه، نگران نباشی مرد جوان. میخوام دو کلمه باهات مردونه صحبت کنم. بریم. ترجیح میدادم با آدم محترمی که توی اتاقم دیده بودمش روبرو بشم. مگه خودتون نگفتید شفافید و چیزی برای پنهان کردن ندارین؟ شما چیزی علیه من ندارید. خوبه که به خودت مطمئنی، اما اینو باید کسای دیگه بگن. من کارم جرایم اقتصادی نیست. وقتی که تحویلت دادم اونور، هر قصه‌ای که سر هم کردی میتونی واسهشون تعریف کنی. برای من از مرگ جاسم بگو، از ارتباط خودت با اون. چیزی برای گفتن ندارم. داری آقای پوردلجو، داری. من میدونم که جاسم با یه آدم پولدار توی تهران در ارتباط بوده، بیزینسمنی که خرج جاسم و نوچه‌هاشو میداده. خودت هم که خبر داری، جاسم مرده و نوچه‌هاش زندن. میدونیم نوچه‌هاش دهنشون قرص نیست و به زودی مغر میان و اسمت میاد وسط. پس بهتره حرف بزنی، به نفعته. اون چیزای زیادی علیه سالار داشت. من به اون اطلاعات علاقه من بودم، واسه همینم یه دو سه باری دیدمش. پولی وسط نبود. ببین آقا پسر، من بهتر از هر کسی جاسمو توی دنیا میشناختم. نه تا حاضر نبود یه قطره آب از دستش بچکه مگر اینکه به نفعش باشه. من مطمئنم پای نفر سومی در میونه، پای کسی که اگه راجبش حرف بزنی شاید کمی از جرمت سبکتر بشه. اینم خوب میدونم که تو از جیبت خواست خرجی نمی کردی. فکر میکنم فقط یه رابط بودی آقای پوردلجو. همین، غیر از اینه؟ کی تحویل هم میدی؟ به موقعش. چی؟ مفصله. خود سالار به قطعا اعتراف کرده، درسته؟ بشین پسر جون، حرف دارم باهات. حسین راست میگفت، هیچ چیزی تایی چشاته صاف و زلال. اولین باری هم که خودشو دیدم به خاطر همین هواشو داشته.
خانم سالار گفتن شما قدیمی ترین رفیق پدرشید. دوستش داری؟ نه؟ دوستش داری؟ میدونم تو چه مخمسه گیر کردی و الا الان تو اتاق رئیس این کلانتری بودی و داشتی پای برگه هایی رو امضا میکردی که میتونستن سر پدرش رو بدن بالای دار. اینجوری هم که شما میگید نیست. هست. هم تو میدونی هم من که سالار تو چه شرایطی گیر کرده، تو چه چاه عمیقی داره دست پا میزنه. فقط تو میتونی جلوی قصاص شدنش رو بگیری، چون تو شاکی خصوصی این پرونده ای. از من چی میخواید آقای کامیاب؟ میخواید که شاکی این پرونده نباشم؟ من که حتی شکایتم نکردم. عاشقی آدمو زمین گیر میکنه. از اینی هم که گفتی بیشتر میخوام. میخوام مطمئنت کنم جنگی که بین عقل و دلت را افتاده بیدلیل نیست. نمیخوام دلیلت فقط لیلا باشه. ما همه از یه طایفه ایم، هم دیگر رو میشناسیم، شاید از دو نسل باشیم، اما تهش دلامون برای یه چیز مشترک میتپه. شما چی میدونید که بقیه نمیدونن؟ میخوام تو بری پی گذشته با نشونیایی که الان دیگه دقیق ترن. میخوام به خودت و بقیه ثابت کنی که دلت بی دلیل نلرزیده. الان یه نفر اون توی که 30 سال درست زندگی کرد، دقیق و درست. یه یاری کننده میخواد که ثابت کنه اون بی دلیل اون توی. کی بهتر از کسی که خودش شاکی خون باشه؟ هم دلت صاف میشه هم روحت. من دستم خالیه. سال هم دنبال این چیزایی که ازم میخواید گشتم ولی... عجولید. مثل همه جوانای این هست. گفتم که برات میخواستم یه چیزی رو تعریف کنم. گوش کن. اگه دلت مطمئن شد، اون وقت یه جور دیگه میگردی. شاید چیزا رو ببینی که دیگه قبلا ندیدیش. زیاد وقت نداری مهران. سالار پاش برسه به تهران، خبر بپیچه، آبروش مثل آب ریخته است رو زمین که هیچ جوری نمیشه جمعش کرد. سلام. سلام آقای ابریشمی. تعجب کردم گفتن شمایی این موقعی روز اینجا. من دنبال آقای سالار میگردم، موبایلشون خاموشه، رفتم در خونتونم نبودید. حسین که رفته مسافرت، فکر کنم یه مدتی هم طول بکشه. راستش من مهم نیست، به اون خودشون برگشتن. ببخشید مزاحمتون شدم. خانم سالار، شما اینجا به آدم ها کمک میکنید، درسته؟ آدم هایی که مشکل دارن. جواد آقا، شما مثل برادر نداشته حسینی. چی شده؟ به من بگی. من یه کارایی کردم، خودم هم نمیتونم خودم رو ببخشم، چه برسه به شما و خانوادتون. داری نگرانم میکنین ها؟ بفرمایید بشینیم ببینم چی شده. و
میترسم الان یه چیزایی بگم شما فکر کنید که من تو دردسر افتادم الان اینجا. اما به خدا اینجوری نیست. من اصلا آدم نمک نشناسی نیستم. خیلی وقت پشیمون شدم. اما بعضی وقتا یه مسیرهای یه طرف رو اشتباه میره که هیچ راه برگشتی توش نیست. اینو همیشه آقای سالار بهم میگفت. چند مدته با یه آدمایی در ارتباطم که در حق شما و خانوادتون آقای سالار خیلی بدی کردم. چند بار خواستم اشتباه اولمو جبران کنم اما اونا منو تهدید کردن. بعدش هم که دیگه هر روز اوضاع بدتر شد. اون مرده جاسم باهاتون تماس گرفته؟ آره اول پوردلجو بود بعد جاسم اومد. دیشب خواب آقای سالار رو دیدم. یه جو گیر افتاده بود. خیلی تلاش کردم کمکش کنم اما دستمو پس زد. بهم گفت حاضر اصلا خلاص نشه تا اینکه خلاصیش دست نامردی مثل من باشه. کجا میتونم آقای سالا رو پیدا کنم؟ این حرفا دیگه کمکی به حسین نمیکنه. الان ماشین پایین منتظر منه. باید برم دنبال یه کاری. تو واقعا پشیمون شدی؟ یعنی میخوای جبران کنی؟ میدونم که راهی نداره. داره. حسین از من خواسته که وقتی نیستش نظری سالانمون رو ادا کنم. نمیخواست در خونه تو شبای عزاداری رو سینه زنا بسته باشه. منم دست تنها. خب تو عمل ثابت کن که پشیمونی. اصلا همین که امروز پاشدی اومدی اینجا یه ساعت قبل از اینکه من برم دنبال کارای نظری خودش یه حکمتی داره دیگه. کمکمو میکنی نظری امسال مثل هر سال بی کم و کسری باشه؟ من که خدامه هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم. اولین بار که دیدمش پاییز 59 بود. اولین روز اشغال خرمشهر. تو بیمارستان اندیمش بودم. یه جوانی رو آوردن که حسابی زخمی شده بود. تو انفجار راهن. یکی دو روز که گذشت و حواسش به جا شد فهمیدم هیچی از گذشته یادش نمیاد. دکترها گفتن شاید فراموشی موقت باشه. اما هرچی گذشت تاریکی ذهنش عمیق و عمیق‌تر شد. شفاف بود. مثل آینه. مثل یه لوح سفید که روش هیچ غباری ننشسته بود. محرم بود. زخمی ها رو از جبهه برمیگردوندن. منم جزشون بودم. شبا بچه ها تا خود صبح با چراغ قوه قرآن میخوندن. اولین شبی که چشمشو باز کرد شوکه شد. فکرت برده. من داشتم خوب نگاش میکردم. بهش گفتم نه ترس. زنده ای. اینم که داری میبینی اجنه نیستن. اینا یه سری آدم های هستن که دلشون تنگه برای دوستاشون. برای جنگیدن. آدم های غریبی هستن که از شانس بد تورم با اینا آوردن تو این سال. چیزی هم همراهش بود؟ یه چاقو یه تسبیح. به شوخی بهش گفتم از اون تاریکی عمیق دو تا چیز با خودت آوردی از دو سر یه خط. بعد انتخاب کن. نمیشه به هر فردشون رفت. گمونم انتخاب کرد. یه شب نزدیکای عاشورا با صدای نوحه بچه ها از خواب پرید.
اومد رفت که گوشی نواسو رو گرفت نشست. من داشتم نگاهش میکردم، بی اختیار شروع کرد به سینه زدن و اشک ریختن. اشکش بر نمیومد، کمونم سبک شده بود. شبای بعدم اولین نفر بود که اومد همون گوشی نواسو نشست. من اسمش رو گذاشتم غلام حسین. من فرستادمش تهران پیش حاج هاشم سالار که یه عمری در آرزوی پسر بود. حسین شد پسرش و از پادایی تو حجرت شد داماد و همه کاره خانواده سالار. حالا انتظار داری باور کنم این شیشه بی خط و خش یه وقتی برای مال دنیا آدم کشته؟ سلام ابتسام. سلام عزیزم. مهرانم توی، خدایا شکرت. خدا سرشاهده میدونستم برمیگردی. چه خونه خودته. میدونی چقدر چشم برا بودم که برگردی دوباره قد و بالاتو ببینم. حتما گشنه ها؟ ابتسام من اومدم چند تا سوال ازت بپرسم. باید برم. بری؟ بعد این همه سال اومدی که بری؟ بر میگردم بعدن. یه لحظه پاشو با من بیا، باهات حرف دارم. وقتم خیلی کمه ابتسام، پاشو. دست درد نکنم. خیلی خوش اومدی ننم. خیلی خوش اومدی. باز دوباره چی شده؟ ابتسام میخوام هرچی از 30 سال پیش روز مرگ خونوادم یادته به هم بگی. بابا ما هرچی میدونستم گفتم. تو رو جاسم آورد اینجا، گفتی پسر خواجه بدره نجاتش داده و بعد ما بزرگش کنیم. همین دیگه، هیچی نمیدونم، هیچی نپرس ازم. ابتسام با خدا محاصله دردسر ندارم. بابا یه همراه اومدی بذار قضای چیزی برات درست کنم، گشنه نری. ابتسام جاسم مرده. اونه میمیره، مگه شیطون میمیره؟ دوباره میاد اذیت و آزارا شروع میشه. تا حالا 10 بار گفتن مرده، دوباره برگشته. مگه اون روز طوفانی و فوت عبدالله یادت رفته؟ تو دیگه چرا یه حرف میزنی ننه؟ اون مرده، این بار دیگه واقعا مرده. من خودم بالا سر جنازهش بودم، جلوی چشم خودم تموم کرد. ما اصلا چقدر بدبخته. حتی برای اون ملعونم اشکم در میاد. چطوری مرد؟
ماشین بهش زد. وسط خیابون وایستاده بود داشت آخرین رجه از عمرشو میخوند. همین چند روز پیش. برام تعریف کن. از جاسم اون سالا بگو. ابتسام اون چیزایی که تالا برام تعریف نکردی ازت خواهش میکنم. چرا نمیخوای دست از سر اون روزا برداری مهرانم؟ قربونت برم آخه با چی دارم دیگه بهت بگم؟ خواهش میکنم ازت. اون موقع که جاسم آوردت برام یه دو سه سالی بود که زنش شده بودم. بچه‌م نمیشد. 16 سالم بود. برای خودم برو روی داشتم. بعد افتادم تو بدبختی و فلاکت که خودم هم نمیدونستم. روزگار دیگه ننه. اونا 3 نفر بودن. 3 رفیق. یکی جاسم و ناصر و داوود. داوود. ننه تو ها کجا میشناسیش؟ خب من پی همونم. جاسم سردستشون بود. خیلی شر بود. نه اینطور. میرفتن لبش از چاقو میانداختن. بره خودشون هم معروف شده بودن. جاهل بودن دیگه ننه. او روزا اولای جنگ میگم. ایورا خیلی هرجا مرج بود. تو همون روزا بود که سر کله مرزوق پیدا شد. تو زن گرما کت و شلوار تنش میکرد. اشتباه نکنم 10 سالی از جاسم بزرگتر بود. نمیدونم کارش چی بود. فقط چشای خیلی هیزی داشت. میرفت و میومد خونمون. همشم پچ پچ میکرد با جاسم. نمیدونم چی به هم دیگه میگفتم. بعد از داستان کشته شدن خانوادت دیگه ندیدمش. کجا بعدش شنیدم که تو دریا سقط شده؟ داوود چی؟ اون چطور آدمی بود؟ داوود؟ والا تا قبل از اروزا خیلی پسر نجیب و سر به زیری بود. همیشه به جاسم میگفتم یه خورده یاد بگیر ازش. اصلا فکر نمیکردم اون سرنوشت رو پیدا کنه. یه وقتهای آدم ها پشت این ظاهر معصومشون چه شیطونی قایم کردن. جاسم از اون روز برای چی تعریف میکرد؟ تو رو که آورد داشت فش زمین و زمونه به داوود میداد. میگفت قبل اومدن سر قرار لوشون داده بوده. خونواده تو کشته و خونه تونم آتیش زده بوده. بقیه هم که میرسن میفتن تو تله پاسگانن. جاسم که دیرتر میره تو اون موقع خونه نبودی. پیدات میکنم میارتت برم. خودش هم 2 روز بعد گیر میفته. ما بیتاب بچه بودم. میاد میندازدت پیشم و میره الهی دارت بگرد. قربونه پسر خودم برم. ما موندم و تو تنهای تنها. هیچی نداشتیم. نه پولی. نه سرپناهی. به دندون کشیدم و بزرگیت کردم. بعد 7 سالم که خودش اومد دیگه تو برای خودت مردی شده بودی. خودتم که بقیهش رو میدونی. نه ناگفته نمونه. بعض وقتای پولی چیزی میفرستم. تو سجل هنوز شوهر منم. حالا هم که مرده خاکش کردم. این داووده؟ ها چه شیکوپی که اینجا پیداش کردی؟ آره خدا. یعنی فکر کنم. فقط قبلش باید یه چیزایی بفهمم. این چیزایی که گفتی خیلی کمه. خونه نه از ناصر بپرس.
ناصر؟ ها؟ مگه کسی ازش خبر داره؟ یه مدت زیادی تو حبس بود، حالا تو یه گاراژ بره یه بنده خدای کار میکنه، سرش هم تو کار خودش. ناصر الو سلام. سلام. خبر خوب چی داری جوون؟ اینجا یه دختر خانم با نگرانی چشمش به منه. امیدوارم فقط تا اینجاش بد شده باشه. دارم میرم سراغ ناصر. همون نفر سوم دسته جاسم و داوود. اون اگه حرف بزنه راست و دروغ صحبت‌های جاسم معلوم میشه. حقیقتش اینه که همون یه ذره امیدی هم که داشتم کمرنگ شده، ولی به خاطر قولی که دادم دلم میخواد تا تهش برم. فعلا خداحافظ. خداحافظ. آقا سلام. هیچی؟ چرا؟ دنبال کار هست. امیدوار باش دخترم. عمو رحیم، هر لحظه حکم قضایی بیاد بابا رو میبرن تهران. اون موقع دیگه هر چی پیداشه آبروی بابا بر نمیگرده. امیدت به خدا باشه. صبر میکنه. باشه. چاره دیگه ای نداریم. خب سورتیج، میخوام این قصه رو توی اورسم تعریف کنی، میخوام ازش فاصله بگیرم، میخوام از دور نگاش کنم. فوکستون رو ریخته به انبار بند. سورتیج. چشم. سه تا رفیق داریم در خرمشهر، اول جنگ که میرن سراغ یه خواجه پولدار. بعد از قتل خواجه پولدار و خانواده‌اش، یکی از رفقا اون دو تای دیگر رو دور میزنه. پولا رو ور میداره و فلنگو میبنده. و اون دوتای دیگر رو خیلی زود پلیس میگیره. همینجا صبر کن. من قبلا واسهت گفته بودم اینا بچهای بدی نبودن. بله قربان، گفته بودین. گفته بودین که یکی استخدامشون کرده بوده. اسمش هم سخت بود. پر مرزوق. مرزوق قربان. توی خلیج فارس تیکه تیکه شد. قربان میشه یه چیز بی ربط بگم؟ بگو. من فکر میکنم که یه اهرم خیلی خوب واسه به حرف آوردن پردلجو پیدا کردم قربان. اون فکر میکنه که خیلی راحت میتونه از دست بچه های جرایم اقتصادی در بره. یادتونه گفتیم وقتی همه چی مرتبه شک کن؟ من شک کردم. خب نتیجهش؟ هر جا که پای این آقای پردلجوی ما باز شده، نقل و انتقالات و معاملات پولی و اینها، اسم یه بانک هم اومده. تو اصطلاح بانکی به این بانک میگن بانک پوسته. بانک پوسته بانکیه که در مقصد وجود فیزیکی نداره، فقط یه اسم. میبینم سورتیج به مسائل اقتصادی وارد شدی. قربان، مثل همین کار شماست، این نقشه. یه سری اطلاعات به هم زنجیر شده. من رفتم اسم این بانک رو در واقع از توی سایت برداشتم و آدرسش رو درآوردم. توی نقشه واردش کردم در شهر لوزان. با چی روبرو شدم؟ نقشه هواییش رو میتونیم ببینیم. هیچ بانکی وجود نداره قربان. با اون آدرس فقط یک مجتمع مسکونی. سورتیج، تو آینده خوبی داری. ممنونم. پس پردلجو به روز مبادا فکر کرد که اگه اوضاع اقتصادی به هم ریخت فلنگو ببنده و در بره. دقیقا قربان. ولی چرا به روز مبادا فکر کرد؟ مگه ما چیزی ازش خواستیم؟ سورتیج، من رفتم سراغ این سه نفر. جاسم که مرد، ناصرم که میگن سرش دولاک خودشه، قصه سالارم که یه قصه دیگه است. سورتیج قربان،
که خودشو چهر کرده باشه.